کن میگه یه چیزی پیش قسمته. آخه مرد هستی، مگه من تو مخم فعنی که اول تابستون پول بدم بار زمستونه بخرم، اون وقت تو سوابش بشی. من پیش قسم نیش قسم سرم نمیشه، من رفتم پول نقد دادم، باری 5 تومن گرون تر خریدم که کسی رو دستم بلند نشه. پارسلم بار رجب درویش رو خریدم، حالا نمیسم یه برگی شنجه تکن بخورم. بگو چه من میگم آقا جعفر تو باشه جعفر من قبولش ندارم، من علی رو قبول دارم. حالا واس نشست و دید لب و لوچه نازنین داشتری چی عمر میکنه. تو رفقا واسه بنده نوکرتم نوکرتم بگن و دولا دولا فرمایشاتشو انجام بدن. این همه قضایی ها بود علی آقا. خب احمد آقا، این چایی رو تو سفارش دادیم اینه؟ درسته. اما اگه از مشکریم قهوه‌چی بپرسی، بهت میگه که همیشه من تو این استکان چایی میخورم. تو نه امیری، نمیدونستم علی آقا. بارو چی؟ بارو میدونستی مال مرسوس رو خریدی؟ نگفتی؟ اونو میدونستم. خب داشت مرزا نوکرتم، یه اسکان چای رو احمد آقا سفارش داده، اما من همیشه توش چای میخوردم. حالا باز چی کارش بکنم؟ بخورم یا بذارم جلو احمد آقا؟ والا بار مال احمد آقاست. چه فتوایی بکنه؟ چه فتوایی بکنه؟ تو به مهر خوب عدالت کردی. اما احمد آقا بارو با داشت مرزا تقسیم میکنه، نصف به نصف. آخه مرتضا میخواه قیمت پارسال رو بده، یعنی لنگه 5 تومن ارزون تا. تو حساب باری لنگه 5 تومن ضرر میکنی؟ تو دیگه نه باری رو که به یکی دیگه قولش دادی به دومی بفروشی. بذار مرده که با هم حرف میزنه حرفشون قانون باشه. ناچره تمام مرزا بارو باید نصف میکنه. ایش خواست منم قبول. مبارکه. قربون شما. مشکرین، تکشرین توش کردی؟ یا علی، خب ما دیگه باز بریم، سر افراز باشین رو خواهد. قربون شما، خوش شما، خوش شما، خوش شما، خوش شما، خدا علی آقا جون بزر اسلام هم مشکرین برای سلامتی علی آقا، سلامت بلند خاطر بله کلام خدا. تو این دور و برا فقط یه مرد پیدا میشه، اونم علی آقا. به کارت درست میرم. من سلام علیک کوچیک تو سلام علیکم نوکرت هم داشلی. ببینم مگه قرار نبود زودتر بیایی که بریم به کارامون برسیم؟ ما نوکرت ایم داشتنه، انقدر ما تشر نزن. من دایی دارم بفرمایید داشلی، ببخشین که یه خورده دیر شد. خدا ببخشه حسن آقا، اگه لازم باشه ما زنده باشی، ما تا تو رو داریم غم نداریم. با خدا باش یا حق خیفیش باش. درست خب گوشتای نظیر حاضر کردی داشتنه یا نه؟ من دایی تماره. کو کجاست؟ کجایی داری نگاه میکنی؟ مگه من کوتولم که بذارم اون پایی؟ اونه هاش بالای یخچاله. ببخشی شاهشم شاه. خدا ببخشی نرگس شیر راز. دست خوش با خار زده بیده مجنون. قرونت برم دایی. بینم گوشتای قبو خونرم حاضر کردی داشتنه. آره با فرستدم بردمه. بر رایشو بریم. بریم که خدا تو رو فقط واسه کار خیر آفریده. قربونه کلت برم. اینم منشن نظری. قرون دستت باقر آقا، پولشو بده بریم داشتن. چشم. چقدر بهش بدم خوبه؟ زیاد لفتش نده، جمع کن بریم دیگه. بار کن. یه شیشه شیر بدین آقا. بله خانم، چشم. شیشه شو
بریم یا نه؟ بریم با ما معطل تو ها معطل من یا نه؟ خیلی خب بفرمین خداحافظ به سلام آقا خداحافظ سلام سلام اقدس خانو حال والدتون چی بدم؟ الحمدلله خدا رو بهتر علی آقا خیلی ممنون کمک های شما جونش رو نجات داد هر وقت چشش رو وا میکنه ها به شما دعا میکنه ای بابا ما چه کاری کردیم آبجی مشیت الهی بود ببینم اگه این تاروخای چرب و چیلیتون تموم شده بگو چی میخوای بی زحمت سه سیر مغزرون آمیز من باقر ای حالا اگه ما دراز بودیم همه گوشت گردن میخواستم ای خدا چی بگم اما حالا که ما کوتوله شدیم همه گوشت روم میخوان که ما دستمون بهش نرسه تازگی همه حساب کتابا غلط از آب در میاد بفرما آب چی چقدر شد بفرما آقا دست خانم قابلی نداره بفرما خودم با خانم بالا حساب میکنم دست شما درد نکنه خدا از آفتاب بلندترت کنه خیر پیش به والده سلام برسونی چشم علیم حالیت شد از پریروز که اون دختره رو تو دکونه مشتسن دیدی یه بر حواست مزغون میزنه یه برش هم میگه آی خانم کجا میری مثلا دیروز 80 کیلو گوشت گوسفند و با 100 کیلو گوشت مرغ جمع زده بودی در آورده بودی 27 دست دل و قلبه خب عاشقی که دیگه قیافه گرفتن نداره دایی جون دایی خودت بره الهی میذاره حساب که تو اون برسیم این قدرت عشقو بنازم که به یک تیر نگاه جان شیرین به ستانت دو بیگانه به هم بفشانند بی صفحات ده مگه لیموی شیرازه که باید بفشانن اونو میگن بفشارن باشه که باشه پس کار به جان فشاندنم رسیده بیتره من برم و الان میترسم یه جا تو بگیرم زور بدم جون درگیر ننم بیافتم ناوز کریم خودت بگو اینم دایی بود تو به ما دادی عزتت شک مردم هم دایی دارن ما هم دایی داریم ببینم خیلی دلت بخواد یادت رفته وقتی بچه بودی و انقضه بودی ده دفعه جلو آبجومو گرفتم و نذاشتم با کفکر ملاقه حالتو جا بیاره اصلا دست من نمک نداره بذارم زیر ساتور رو قلمش کنم خیالم راحت تر میشه نه حیف این دست کپولمه برم ببینم چه حساب کتابی واسم بالا آورده ده یکی رفتم خونه علی سوسکی تفلک مادرش مریضه باشم براش هیچی نذاشته حالا خواستم بیام پیشت ببره بچه ها یه خلاصه حوشه داشته باشم سور ساعتشو به راه کنم جای دوری نمیره آره باشم سامان کار آقا 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 سلام برسو به داشت نه چه یاد داره سامان بعد تو شهران حاضر میشه او قربون اون دست پنجولت برم الهی خدا نکنه چهره تن به قرآن زنده شدم وا سلامت کو قربون قد و بالات بشم فرات شم ننه الهی سلامم رو قورت دادم درسته قلومه تم سلام دین و دنیای من خیلی خوب سلام به رو ماهت برو کنار تا دستامو بشم بزن دستمالتو بشم نه خودم میشورم مگه بچه علی میگیره بزن برو کنار به ترشو میشه آخ ننه خوش اون روزا که تو دستورت منو میشست یا لیف میزدی چه دورانی بود بی خیال از هفت دولت و ملت آزاد آخه نه غمی، نه فکری، نه خیالی آره والا نه عشقی، نه حواس پرتی نه حساب کتاب غلط گلوتی دنبر نیا چی رو دنبر نیا مگه میشه مرد حسابی این دفعه دیگه حساب یه هفته کشتارگاه رو جب زدی در آوردی یه جب چه شب رو والا تو نمیری آبجی ایناش نگاش کن سیاهت کن میدونی ننه ما از پس همه اینا کسای روزگار بر اومدیم خط اسممون رو خشت هر محله جا گذاشتیم اما حریف این یه وجب داشت تو نشدیم که نشدیم خیلی خب بس دیگه پاشو بیا تو میخوام باید اختلاف کنم ایف که منم میخوام برم سر نماز و الا حالیت میکنم چیزی بجبیه بازم به من گفت داشت ننه من داییتم علی خبر داری حاجی خانم دیشب مرد آره ننه خدا بیامرزدش من که نمیشناختم و نایده بودمش اما شنفته بودم زن با خدایی بوده خب جاش تو بهشته اوز کریم
یه اتاق نقلی تو بهش واسش جور کرده. ای مادر، کاش که یکی دو سال دیگه زنده میمون. ای بابا، نمیدونم چرا ما بنده های خدا انقدر سر رفتن و نرفتن باهاش چونه میزنیم. این راهی که باز رفت، چه بخوای چه نخوای، چه فکرشو بکنی چه نکنی، چه چشاتو وا کنی چه ببندی، چه گریه کنی چه بخندی، راه رفتنی رو باز رفت دیگه. بله، راه رفتنی رو باز رفت. اما حاجی خانم بیچاره یه نوهی دم بخت داره. قبل از مرگش همش دستمو فشار میداد و میگفت فاطمه خانم، جون تو و جون پروانه، یه جوون راست و ریس واسش پیدا کن و شوهرش بده، نظر دست من از قبل دراز باشه. خدا رحمتش کنه ننه. خوب گفتی نوش بوده. آره مادر، خیلی هم قشنگه. خدا همه از سیرون خاک رو رحمت کنه، علل خصوص نزدیکون. آمین. مادر، تو این خونه دوتا مرد عذب داری. اون وقت دختر دم بخت و مردم آوردی تو این خونه که چیه زار جون؟ خوبه دوتا مرد عذب. اون که برادر خودمه و خواجه حرمسراست، این وصله هم بهش نمیچسبه، به کسی هم کاری نداره. تو هم که الحمدلله مردم بالای سرت قصد میکنن. اما دیگه نداره. میخواستی چی کار کنم؟ بزنم زیر قولی که به پیرزن بدبخت دادم؟ خب هرچی باشه من مادر تو هم، مردم ازم انتظار دارن. میخوای چی کار کنم؟ چشامو ببندم و گوشامو بگیرم و از کنارشون رد بشم؟ تو چرا گریه میکنی؟ ما چه غلطی نکردیم نوکرتم. حالا بیا اون درستش کن. چی میخواستی بگی؟ مادر من بسته که علومتم، چاکر تو و تمام مهموناتم، نوکر تو و تمام فک و فامیلتم. بس کن دیگه با ما، چه غلطی نکردیم، گریه نکن. خب ببینم حالا ما باز چی به این بگیم؟ آبجی. آبجی، خب به این آبجی بگو خوش اومده. خونه خودشه، ما چون بلد نیستیم همین چیزایی که به هم دیگه میگن دیگه. بذار صداش کنم، خود دینا رو بهش بگی خیلی بهتر. خیلی خوب، هر جور صلاح تو باشه. خدایا شکرت، ما هر کاری میکنیم واسه خاطر ننمونه که دلش نشکنه. ما که چش و گوش بسته، قلوم حلقه به گوش رو تیموز کریم. خودت هوای ما رو داشته باش. بریم تو مادر. سلام. سلام کرد علی آقا. سلام علیکم. های در آقا بیا بشین مادر. یا بذار یه چایی تازه دم و سر بریزم مادر. اینجا خوب ما هم مثل کس و کاراتونی، خواهشمندم رو دروسی نکنی. این به بعد نمک تو نمکتون این خونه رو مال خواهید بدون، همه چی دروست متعلق به خواهیتون. متشکرم. ببینم کی بود راجب شاخش امشاری مثل من داستان سرایی میکردشان. یالا یالا بفرمی زامله گمشیره. ایشون نوه حاجی خانم مرحومه، چند روزی مهمونه ننه ما، قدمشون رو تخم چشای ماست. ایشون هم داشت ننه ما. داییتم بابا. خیلی خوب. خب ننه جون، من باز برم به کارام برستم. خب دیگه مراقب کارا باش، من که نمیدونم چی بگم. نظری به این آبجی ما بعد بگذره داشت ننه با. خیالت راحت بشه. بولمول لازم نری نه. ای اگه بدی که بعدم نمیاد. بیا این سریعه داشته باش. یا نه خدا حافظ. خوش اومدی بیشون. بگیر عقدو داش. تو هم بگو داشت ننه ما رو راحت کن. تو کرامت بد نیستم علی آقا. ایشون رو خودم همین روزه یه گریزون حسابی و سن راه می نیستم. در افراز باشی. چه مرد نازشیه. سلام علیکم داشت علی. سلام علیکم محسن. نوکره جان. بیسه نوکره جد آبادی. میشله آب بریزی روغن جمع کنی. خدا عوضت بدی. Thank you.
داری. سلام کبله چرا؟ سلام دین و ایمون برم بسرم الهی فدات شم خاک پاتم مر شد چه عجب شد که یاد ما کرد هر جو باشم زیر سایتم کبله بریم بالا. بسرم بریم اون پشت از باد در امان باشیم آره تا دیدمش گره بنده دلم وا شد و دلم گور پی افتاد پایین تا اون وقت دلم اینجوری نشده بود دوست رو سخت تو فکرش بودم تا اینکه دیدم ننم دست گل آب داده و ورشش دوره تو خونه بعدم به من میگه بهش بگو آبجی آخه کبله چرا کدوم داشتی وقتی آبجیشو میبینه دلش تو سینش بالانس میزنه و جفتک چارکش بازی میکنه لا 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 خلاصه چه درد سرت بدم پاک دست بالمون با هم گره خورده بود این درد عین او کوفتن خودشی شده بود بیخ گلو ما رو گرفته بود از شما چه پنهون راه هواکش رو بند آورده بود اما حالا که اومدم زیارتت به خدا وقتم یک راحت شدم جون شما پسرم نرای اومده بود پیش من اونم حال تو رو داشت بالاخره کارا جور شد و خودم برای هم عقدشون کردم پدر مادرت هم من واسه هم عقدشون کردم خدا ارحم الراحمینه توی همین شهر توی همین خونه ای که تو توش زندگی میکنی کی میدونه شاید خدا بخود و این کارم با یه دختر میاد اما فقط یه کاری میمونه پسرم زنی که مردشو نخواد زندگی رو براش جهنم میکنه باید از اون دختر چه خونوادگی موض شده من حالا دیگه اون آزادی رو ندارم که بتونم هر روز تو رو ببینم بهانه قشنگیه ولی هیچ سدی نیست که بتونه در مقابل طوفان یه عشق واقعی مقاومت کنه آخ چرا این حرفو میزنی؟ ببین من تا چند وقت پیش فقط یه مادر بزرگ پیر داشتم که اصلا نمیفهمید من کی از خونه میرم بیرون کی بر میگردم اما حالا پیش مردم متدین و با خدا و متعصبی زندگی میکنم که اینجور ملاقاتا رو نمیتونم تحمل کنم پس بالاخره چی کار باید بکنی؟ تو نمیتونی بفهمی که دیدن تو مثل هوا، مثل آب، مثل نفس کش ببین پروانه من نه قصد فریب دادن تو رو دارم نمیخوام خدایی نکرده منظورم میفهمی؟ آره میفهمم خیلی ازت متشکرم ببین بیا وضعمونو زودتر روشن کنیم یعنی حرفی ندارم همین امروز با پدر مادرم صحبت میکنم و حتما موافقت میکنم اینو مطمئنم بهت قول میدم همه چی درست میشه اما منم یه فامیلی تازه دارم که خیلی دوستشون دارم اونام باید تو رو ببینن و قبولت کنن باشه خب امشب توی تریا میبینم تو نتیجه صحبت هم با پدر مادرم بهت میگم باشه باشه اما من باید زود برم خونه ها خیلی خوب یعنی ساعت 8 باید خونه باشم بخور دیگه خانم تو ناراحتی نه؟ فکر نمی کنم پدر مادرم مخالفت بکنم من فکر نمی کنم مخالفت نکنم بدبین نباش تو اونا رو نمی شن. پدرم که اصلا تو این عوالم نیست چشمش به دهن مادرم حالا می بینیش مثل بوت میشینه و نگاه میکنه فقط بلده سیبیلاشو تاپ بده خیلی خوب بخور ولی تو هم زیاد خوشبین نباش
وقتی پدر مادرت بفهمن من هیچ کسو تو این دنیا ندارم، وقتی متوجه بشن که من پیش یه خانواده غریبه زندگی میکنم، وقتی ببینن من دختری هستم که آه در بساط ندارم. بس دیگه، وقتی 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 به من اعتماد نداری؟ ای کاش نداشتم، ای کاش عاشقت نبودم. پشیمونی؟ دست بردار، نمیری؟ چرا؟ فردا شب میاد، باید بریم خونه ما. یاد آورید کنم، تو دختر خیلی خوبی هستی، من دلم نمیخواد مردم وسط حرف در بیارم، تو اینجا مثل خود مایی، آفتاب که میره باید خونه رو روشن کنه. خب دیگه، من واسه خاطر خودت میگم، من میخوام مردم نتونم پشت سر ما حرف بزنن و بگن علی نتونست امونت داری کنه. ما یه عمر توی این محل با آبروداری زندگی کردیم، تو نمیری یکی تو حالا نگفته خانواده علی پاش کج گشته، اما وقتی ببینن آبجی علی دیر میاد خونه شبوزنه میشه باز، اما دهن مردمو نمیشه. تو دیره دیگه قربونت هم، تو به من بگو دیر چیه نوکرت هم. خلاصه یه کاری نکن گزک دست مردم بدی. مردم تو نمیدونی، من میفهمم مردم کیا میگن، تون بری میگن او قرب خیر، یواش بری میگن خدا بد نده، به آسمون نگاه کنی میگن یارو سر به هواز، پایین نگاه کنی میگن چیزی گم کرده. آخه این مردم راست راستی عقلشون به چششونه. میدونی دختر جون، من چه فرمی بگم، اصلا لا 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 لا، خودت دیگه باید به فکر باشی، به من دیگه مربوط نیست. من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواهد سخنم پند دیگه خواه نگیر، فوات هم از طرف خیال کن خونه خودت بیم، بشین تا من پدر مادرم رو خبر کنم. این پروانه سرش. سلام آقا. سلام. مادرم. سلام. خاله جونم. سلام. بفرمایید. چشم با پناه بر خدا، عجب دور و زمونه شده، چه حرفا، حالا دیگه زنا میان خواست
خواستگاری پسرم. مادر 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 بس دیگه مادر مادر نکن. من از چی شانس داشتم که از پسر و عروس داشته باشم؟ دختره معلوم نیست باباش کیه، ننش کیه، شب کجا میخوابه، اومده میگه میخوام عروس شما بشم، یه کاره؟ خب دیگه خواهر، همینان که دنبال پسرای مردم را میافتن دیگه. آره از خیال کرده کیو با خودش میاره؟ دختر امیر تومانو، همین گدا گشنهان دیگه. اصلا کی به تو اجازه داد؟ ما چه جرأتی اومدی تو این محل؟ آبرو حیثیت داریم، مثل تو از زیر بطه عمل نیومدی. اردشو ریخته شما دخترهای ولگرد رو ببره که باعث سیاه بختی جوان های مردم شد. اصلا برای چه اومدی اینجا؟ خجالت حالا دیگه واس خاطر دختر مردم سر من داد میزنی؟ خجالت داره راست این دختر فلگرد خیابونی رو گرفته آورده رو قالیای نازنین من رو مبلای والا اون حرفم داره. ای با خدا مرگ شده. قناری فرار کرده. وای بمیرم الهی. تو خدا نکنه دشمنت بمیره فردای سره. آخه حیوونه بی خیالش باش. میگن چیزی که شود پاره وصله مر نمیداره. این حیوون چند رو بود که پر میزد، همون بهتر شد که رفت. پروانه نیومده؟ نه مادر جون، نمیدونم چرا دیر کرده. نه جون، تو که این شهر شلوغ خوب میشناسی، میدونی که هر خیابونش باید با صد تا بسم الله و قل هو الله گذشت. آخه چرا گوشی تنه بره؟ اون 3 سال داره این راهو میره، خیاطی یاد میگیره، همش هم از همین راه رفته. لابو درسش طول کشیده، الان دیگه پیداش میشه. اومدم. اومدم بابا. بله بفرمایی. نوکره تماره؟ چی؟ چی شده؟ خب کی پای تلفنه؟ آقا میتونم آها آخا خیلی خوب گوش کن آقا دایی، اونجا تکون نخور تا من این غرقی بیام اونجا، فهمیدی؟ نمیدونم، مثل اینکه دستی دست خودشو پرت کرد جلو ماشین. حالا کجا؟ دارم آینش میکنم. اینا آوردنش. ای داد بیداد طفلک معصوم. من رفته بودم خونه و سلاخ صابون رو واریز کنم، داشتم بر میگشتم که دیدم این اتفاق افتاد. ببینم نفهمیدی که این وقت شب از کجا داشت میومد خونه؟ نه دایی جون، یهو دوید جلو ماشین. تو زودتر برو خونه، اخماتو واکنم برو. باشه، تو مواظبش باش دایی. خیلی خوب. نه نه، الان سکته نکرده باشه، خوبه. بهش بگو چیز مهمی نی، هرچوری واردی سرش گرم کن. باشه دایی. تو از پروانه مواظبت بکن، خیالت از اون جد راحت بشه. خب، خدا نگهدار. دست علیبم.
خوراکی اونه هاش خورتون. سلام علیکم. سلام مادر. چطوره؟ جایش نشکسته، خدا رو شکر خون روزی مورزی هم نکرده. خب الحمدلله. خدای الهی شکر. گریت مال چیه؟ چشه؟ مگه نشد گفته عیبی نکرده؟ میبینی که سعی سالمه؟ پس چرا حرف نمیزنه؟ چه میدونم با تام 08 پیدا کرده هی آدرس میپرسی؟ آخه تو دیشب مریض خونه بودی، لابد یه چیزایی شنفتی؟ والا اینطور که من دکتر شنفتم میگن شک بشو وارد شد. شک؟ به حق چیزایی نشنفته؟ سلام علیکم. سلام علیکم دکترم. سلام آقای دکتر. آقایون بفرمایید بیرون، باید مریض رو معاینه کنم. بفرمایید. ناوارمش بیرون. چی بهتون گفتم؟ من به همه گفتم زدی، شما هم بگید زدی، تو نمیری اومد جلو ما چکه اول ول کردی یک چک تو گوشش، حالا معلق نخوره که معلق بخوره. خلاصه کلمه به چک کنم افتاد داره. داشتش چی؟ کدوم داشتش؟ هر کدومشو تو نمیری میومدن جلو میدونستن که ما کی دارم. داشتگرینشو چی؟ اونش هم میزنیم جونه تو. آره چایی بیا با چایی. علی آقا نمیدونم امروز چشم چه میدونم؟ گمونم اوقاتش تر. گمونم عاشق شده. خیلی خوب بچه باری به کارید برش بچه. خیلی خوب بیا بسن این قلیونو بابا. خدا شکر. سوارشو داشت ننه. اون طفلی الان چند روزه هیچ حرف نزنه. شاید غیر از تصادف این ناراحتی دیگه ای واسش پیش اومده. خب طفلکی شاید هم از اینکه اینجا زندگی میکنه انقدر ناراحته. کسی چی میدونه؟ اما مادر، اون که اینجا چیزی کم و کس نره، مثل خونه خوشه. کسی که بهش نمیگه سیاه وردا سیفید و بذار. والا میدونم مادر، اما خونه زندگی خود آدم چیز دیگه است. آدم هر جا که باشه و هر چی هم بهش خوش بگذره، باز یاده که سوکار و خونه زندگی خودش میفته و دلش میگیره. چطوره ببرنش پابوس حضرت رضا؟
شاید خطش چرخید و شیر نشست. از کجا میدونی؟ شاید این گریه کردن ناراحتیش هم امام رضا شفا داد. آخ قربون دهنت برم مادر، خوب گفتی. حضرت قربونش برم از هر حکیمی حکیم تره. آره قربون بزرگوارش برم، همین فردا بلیت قطار رو میگیرم و رایتون بشه. میشه خدا پاسبانی به شما، نسخه سلامتی دختره بشه بده. چیکار داشتی؟ یه معامله متضرر داره چرب و نرم وسط جور کردم. میخوام امشب قدمت بذاری رو گوشه تخم چشم نابینای حاجی تو بیای کافه رندو. میدونی که من هر کافه مافه نیستم. میدونم علی آقا جون، اما طرف با تو قشون جد زخه. خیلی خب میام، بگرد تو بگرد. نگردم بسات تبریات نسلم امشبمون جور شد. امیدوارم تک تکتون دو به دو از این معامله به بدترین نه بحثن صحیح هست مزدره رو سودمند بشین. اینجا قسمت پرسه. چند که رو پرس میبونم؟ اینجا هم قسمت آبکاری. اونجا هم ورودیشه که در میشه تو آبکاری واسه نوم نکنه. ادامه بده. و اینجا هم قسمت لکه‌گیری و این چیز هست. بخواهید اینجا هم تراس حالشه که بالکون میخوره رو پشتمون. یه مش چایی میرز انشالله با هم بدخوره کف در چایی برداشت میکنیم. یا الله برما بفرمید. بفرمید خواهش میکنم. قرون شما بفرمید. متشکرم. قرون شما یا الله بفرمید. یا الله بشین بشین بفرمید. حاله آقا جات خوبه، این کارخونت هم نوم میکنه، چرا بخوای بفروشیش؟ از بس این پسر خرج رو دستم میذاره. تا قبل از اینکه اون بیاد یه شایی این کارخونه خرج نداشت، اما از وقتی که اون اومده گفتم پسر جون درست تموم شده اینجا رو بچرخون. چپ میرم باید خرج پرس بدم، راست میرم باید یدکی بخرم، دیگه جونم به لبم رسیده. والا این کارخونه خوبه، هنوزم خیلی از عمرش مونده، اما مال قبل از جنگ اوله. اگه بهش نرسی یه مرتبه میخوابه و از کار میفته، اما اگه بهش رسیدگی بشه تا چند سال دیگه کار میکنه. والا ما حیف هم میاد بفروشیش. نفروشیش علی آقا. اوخش جون هم گرم والا من چی بکنم؟ من بازم صلاح نمیدونم که بفروشیش نفروشیش. حیف آقا باقا خب من حرفی ندارم، حالا که شما میخوای میخرمش، اما به یه شرط باقر خواه. چه شرطی؟ شرطش اینه که فریدون خواه آزاده شما بالا سر کارخونه واسه و سرپرستی بکنه، واسه که ما این رقم کارا سرشه نداریم. آخ پسرم به نظر آدم ها راست ریسی میاد ماشالله. بفرما، شنیدی علی آقا چی فرمودن؟ حالا دیگه مرگ میخوای برو خودتو دار بزن. خیلی خوب باشه، پیش شما میمونم، بهتون قول میدم که استفاده ببرین، اما این کارو فقط به خاطر جوانمردی شخص شما میکنم. ایوال جوون، خب معاملات ما تو دفترخونه آسل لطفولای قنداری سر کوچه دردار همون نبش کوچه انجام میشه. بری ساعت من از شبینی ویسن اصرا ما میان پول راحت میکنیم معامله را ختمش میکنیم. یا خب بلنش زحمت کم کنیم. خب الحمدلله که به هم خورد مبارک. به هم خورد تموم شد معامله. خب انشالله که مبارک باشه. قربون شما آقا صدو مرمزی ها. قربان شما ما اختیار دارتون هم خورو.
دلالی ما رو رد کن بیاد. با بزا ما نشه تو دشت بکنیم اون وقت تو بگو رد ددو. صحبت اولادشو نکن که هیچ خوشم نمیاد. زود باش. تو و سوو چیکار کردی مگه؟ بابا تو فقط به ما خبر دی علی آقا رو میشه تو استانسیه ایستگاه راهن دید به زیارتش نائل شد. همین علیک سلام. چه سلامی چه علیکی؟ تو نمیری دلالی من همین الان رد نکنی اول پرست میکنم بعد میدم آبت میدن و اون وقت یه صافکاری و بعدشم با یه اورژنگ تمیز میفرستم چراغ و اوراقت کنن. آقا نه بیا جلو. نه بگو تو. من بیفتم شما ببینی جون من خودت شده. آره مادر، بالاخره نمردیم و یه روز رنگ قشنگ لبخند و رو لبای پروانه دیدیم و بل از گلمون شکفت شده مادر جون. دیگه بیا بریم ترون. خب الحمدلله امام رضا شفاش داد. تو نمیری من خیلی جناجرم بودم. هاش پیش خودم میگفتم نکنه تو که الحمدلله خوب شد. ببینم آبجی، نامه منو که داده بودم بهت انداختی تو زری؟ ایوا، مثل اینکه نامه‌شو دادم به تو نه؟ بله، شما دادینش به من. منم انداختمش تو زری. همون روزی که برای کفتر و دون خریدیم. آها، حالا یادم اومد، راست میگه. کسی که نخونده؟ نه، چطور مگه؟ هیچی، خصوصی بود، صحبت مردونه بود. نمیخوای بگی چی چی توش کنه بذار ما برونیم. داشت ننه تو مادر اینا رو ببر خونه، من یه کار لازمی دارم میرم انجام میدم و برمیگردم. باشه زود بیای مادر، خیلی وقت ندیدمت، میخوام خوب ببینمت. باشه خداحافظ. خداحافظ مادر جون. خداحافظ. منم دایی تم یادت نره. سکره نظر ما رو براوردی و دل مرده ای رو دوباره زنده کردی. خونه تاریک ما رو دوباره روشن کردی. ما که تا قیوم قیومت دروست قلومتیم. تو کجایی؟ کجایی خدایا؟ الحمدلله همه جا که هستی. میشنفی چی میگم؟ اوسکریم آخه ناسلامتی ما بندتیم. چپ و راست خودمونم به قدرت پروردگاریت میشنسیم. واسه برکت و کرمت ما هم باز بنده شوق گذارت باشی. یعنی خلاصش رو راست بگم، ما هم دلمون میخواد که امتحانک از ما بکنی. نه جون علی راست میگم، میخوام بهت ثابت کنم که چقدر نوکرتم. خلاصه تا اومد جلو یک هفت گرگه کارشو کردم، بعدم یکی دیگه. اون وقت لنگش کردم و گفتم مگه تو دل تو سینه نیست جبار؟ مگه جیگرت با خودت نیاوردی؟ آدم حرفی رو که میزنه باید روش بالانس بزنه. میگه الو للو، من گفتم. اما تو معلومه حرفای صد تا یه غاز میزنی، دهنت مال خودت نیست. کجایی؟ اینجاییم دایی جون، قربونه هیکلت برم. بیا تو. یا الله این دیگه چیه؟
هدیه خداونده. وای خدا، سر را برداشتی؟ نه با فرشته ها انداختن تو بغلم. ببینش به من. من رفت بودم سقف خونه شمع روشن کنم، از خدا خواستم یه امتحانه کمم ها بکنه. سرمونه که برگردوندیم دیم بچه رو گوشتن سر رای ما. بچه داره بیشتر سرش ندارم، بدش به من. نه تو رو خدا. گه تو رو خدا چی بده به من؟ ولی آخه این بچه شیر میخواد، سرپستونک میخواد، مشما میخواد، چیکارش کنی؟ الان من میرم همه چی براش میخرم. نه صبر کن تو، بهتره اینجا باشی داشتنه. من خودم میرم از دو خونه سر خیامون میخرم. خوشگو علی جون، پس سر را به کلانتری یه خبری بده. واس چی؟ بچه که از سر را برمیدارم باید به کلانتری خبر بده. خب اینجا کاری نره، رئیس کلانتری محل با ما آشناست، بعد هم میریم بهش اطلاع میدیم. خب آب تو برو یه خود آب گرم کن. نازی چقدر تو پل پپله. بدش به من، تو هم برو فکر گنداق بچه باش. خیلی خوب، مواظبش باشی. وف پروانه بیا بابا، این تو جاش بارون اومده. سلام. سلام علیکم. سلام دکتر. سلام علی آقا. خب والدم که تشریف آوردن، چشم شما روشن. قربون شما عزتتون زیاد. دکتر جون قربونت برم، یه شیشه شیر واسه بچه، یه سر پستونک و یه قوطی شیر خوش بقی واسه ما جور کن. زود باش که داره دیر میشه. چه نوعشو بدم؟ یه نوع مقبلیشو. الان میارم. شروخه میکنم علی آقا، شما که خیلی وقت را افتادین، چطور هنوز از شیر نگرفتنتون؟ بابا چی میگی؟ واسه بچه هم میخوام. اما زود باش دکتر جون، چون الان بچه هم گشتگی پنجم گشتشو تیلیت میکنه میخوره. بجو آخه شما که بچه نداشتین. بله نداشتم. خب دیگه کار اوست کریمه، چی کارش میشه کرد؟ چرا واسه بدم؟ 20 تومن. 20 تومن. یه از شما در نکنه، ببخشی از حفظه هم از شورم ها. خدا حافظ. خواهش میکنم، مرحمت دید. ببین، از رو پشت بونه خونه ما میشه تو خونه شون را دید. راست میگی؟ واویلا، علی آقا عروسی نکرده بچه دار شدی. یعنی میگی دختره رو عقدش نکردی؟ اگه عقدش میکرد که دیگه پنهون نمیکرد. اینم از علی آقا. عجب دور زمونه شدی. پس اون مشهد فرستادن دختره بی حکمت نبود، کار خودش. خودشون در آورده. علی مرده، علی محال از اینجور کارا بکنه. اینجور کارا مال بعضی از آدم هاست که بابا اونه نشون رو نمیشناسن. این حرفای چرت و پرت رو باور نکنی آیون. چه نفهمیدم؟ حالا دیگه همه مردم چرت و پرت عطه اینا، تو یکی دور و جواهر تحت اینا مردنی؟ با
این حرفا چیو میخوای ثابت کنی آقا جفا؟ میخوام ثابت کنم اونجورام که تو میگی نیست. داشکله دست گل به آب داده. دست گلش هم مردم تو بغل اون دختره بدبخت چشم و گوش بخت دیدن. دروغه. ناکس. فقط دو کلمه بگو علی زناکاره. بگو علی نمک رو میخورم و نمکتون رو میشکونه. خیال نکن همه مردم دروغ میگن و تو یکی راست میگی. بگو والا دکونه تو به هم میرسم علی زناکاره. ده بگو. بگو علی زناکاره. نه. چی کارش داره پیره مردا؟ پشت به اینچی بینم پیره مرد، یالا تا تکو به اینچی بینم، باز ما تکو بخور. بلش کن آقا جبار، خدا رو خوش نمیاد پیره مرد. تو باره کنار بزن آقای تازه بیاد پر رو. برنشو ببینم یالا تکو بخور. پشت به اینچی وایسا بادو اینجا. حالا شدی آدم حسابی. یه پاتو بیار بالا. میکم یه پاتو بیار بالا. بالا! معرفت تو شکم. خب، حالا دستاتم ببر بالا. حالا با صدای بلند بگو علی زناکاره. والا انقدر همی ریختی اینجا وای میسونمت تا عین هم مترسگ سر جالیز خوش بشی. نه. نه. علی زناکار نیست. علی مرده. خواهشا! بگو علی زناکاره. بگو علی نامرده. اون مرده. بگو علی نمک به حرومه. اون نمک به حروم نیست. بگو میگم بگو علی زناکاره. بله نمیذارم غروب آفتاب زیارت کنه پیر من. نه. میزبان باقر. میزبان باقر. چه نشستی رو چهارپاره که قهوه خونه صحرای دشت محشر شد؟ چه شده؟ شبار مشکریمو گرفته زیر کتک که بگه علی آقا زناکاره. وایسا اومدم، وایسا اومدم. اون سر بخوام رید برم. با تو قربون اون قدرت بشم. یه تکونه بده برم. وای نه قربونم بشید. حرف بزن پیر من، اینقدر سماشت نکن، بگو تار برا تو خورد نکردم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. لا پیر مرد مردنی بگو خود راحت کن، بگو علی زناکارش کن. بچه طرف روش هم میشه بیا تو قهوه خونه مه هم واس چی نواس بیا؟ واس چی؟ حکایت یارو کپکست که سرشی کرده بود لای برفا داشتنی تو لاک خودشه خیال میکنه هیچ که اونو نمیبینه نه نو کرتم تو امانت مردمو بهش خیانت کردی تو یه دختر بیپناه بس کن قربون دست داری جون خون تو حلال جبار شیر مادر حلال تره محمل هم کنی وایس تو ببینم بابا چش میاد بابا آقا جبار بشه ما بشه بابا کنم نه بشه جبار بابا کنم بابا بابا بشه بابا حیف حیف اون شبا و روزایی که میونه شما و با شما گذروندم حیف اون نون اون که با شما خوردم حیف اون مهر و محبتی که از شما تو دلم هست حیف حیف اون هوایی که با شما نالوتیا توش نفس میکشم حیف اون دردا حیف اون امیدا حیف اون زندگی که همش نقش سراب بود پوچ خالی بود اصلا هیچی نبود هیچی بریم دایی جون بی خود خونه تو کتیم نمید بریم اون دست به دلم نزار حیف اون خدا که ما بنده هاش هستیم دایی جون من خیلی نکن بیا بریم Thank you.
چه جنازه حاج محمد تقی خدا بیامرز یه خود معطل شد مرد؟ آره خدا لعنت آمرزیدگارش بکنه. خب مشرمزون چی گفت؟ بالاخره پولو میده یا نمیده؟ استجازه بدم ما اول این چایی رو بخوریم چون میترسیم چاییه ما رو بخورم. والا شما چه پنهون؟ از خلایق خدام چه پنهون؟ کار دل همدالله یه خود بیخ پیدا کرد. البته زحمات شما کشیده ما چطور مگه؟ چی شده؟ هر شما به حضور بیشور آقای خودم که مشرم زوم میگه تا ما تلقینات محلی رو ترتیبات نکنیم از چند نفر سال پرسش به جا نیاریم اگروز وامی خبری نیست، یعنی اجارتن نشیت رفت تو چی؟ درباره ما تحقیقات کنه؟ یعنی ما اینقدر بی‌اعتبار شدیم که واسه 10,000 تومان قرض نزولی باز دربارمون تحقیقات بشه؟ نه بیشتر. بابا ای والا ما رو که دیگه همه می... حالا که حلاجی پس بذار وسط حلاجی کنم. باها طرف میگه آدم امکان داره که چکات کرواتی باشه ده. یعنی وقتی میره با یه کروات خوشگل میندازن گردنش رو استمدادش میکنن دست تره. آره عجب بدشانسیه. خب حالا چاره چیه؟ من به این پول احتیاج دارم. والا به معقولات ناقص من میگه صبر کن که علی صبر تا آقا فرجه. شاید تلقینات یارو خیتی رو بار آقا نکنه. مشکلیم یه ترکیه دیگه به محاسبات آقا جبار کارشو بکن. بیار بابا زهرمار کنم. متشکرم. حق پدرتو گوگوری منگوری بکنه. رد بزن یه خبر داغ سرد دست اول کونه بد بدم. داشت علی میخواد دختره رو ببنده به ناف فریدون. چی میگی؟ هیچ که ندونه تو میدونی که روی مهر دلم مهر علی نقش بسته.
40 سال زیر علم پهنم. حالا دیگه میخوام کمکم کنی زیر دست نشم. میخوام رو پام وایسم و کسی نفهمه پام سوز شده. خدایا میخوام فقط عشق علی تو دلم باشه. خلصه هوامو داشته باش. میدونی که علی نوکرده. پسرم علی چه میکنی؟ کبله دین و ایمون من. بالاخره موقعش رسید ها؟ خدایا شکرت که با آرزوم رسید. نه کبله واسه من نیست واسه آبجیمه. دایره فرستم دنبالت که بیا عقدشون کنی. خاک پاتم کبله ای. خداحافظ. به سلامت پسرم. امیدوارم خدا پشت و پناهت باشه. خدایا به اون صبر و استقامت ما من چه کردی قلبم دنیای درد این منم غمگین و خستی با بالی شکر دیگه ماشین تو این گاراژ نذار. برش تا برو. کارت عروسیتم برای کس کارای خودت خوبه. مثل کولیا. ببین مادر جون، اینجا خونه ی توه، این دیوارا، این اتاقا، این زندگی. بلم کن مادر، هیچی تو این دنیای بزرگ مال هیچکی نی. همه چی موقت یا امونتیه. همه چی حتی اسم و رسمی که آدم یه اون واسه زحمت کشیده. کاراشو خشت به خشت تو کوره مخش پخته که کدوم ثواب داره با کدوم. اما مردم چی میگن؟ میگن همه حرفای ما راست بود و یارو گذاشت و فرار کرد. کدوم مردم مادر؟ همون مردمی که تا دیروز تا زانو خم میشدن و جلو پام تعظیم میکردن؟ همین دسته؟ نه اینا هیچی نیستن. این دنیا مثل لنگ همون میمونه. هر دقیقه به کمر یکی بسته است. اخ مادر، من نمیخواستم سر تو داد بزنم و زدم. نه نوکرتم، فداتم. چرا مجبورم میکنی سرتو داد بزنم؟ تو که نمیدونی من دست این مردم چیا میکشم. زندگی آسوده ای ما رو همین مردم خرابه. حیفه اون زحمت هایی که کشیدم. سینم رو واسه تک تکشون سپر کردم. یه عمر زحمت کشیدم که اونا راحت زندگی کنن. اینم نتیجهش. همه میگن من گردن کلفتم. اما واسه این گردن کلفت بودم که کسی نتونه به یه ضعیف زور بگه. واسه همین دلم میسوزه. سر به هر یکی هم بچه هر روز آدن شه. حیا نگاه کنید بچه تو هست یا نه؟ چی؟ نازی بابا.
حروم زده پدرت این بچه منو با این بچه بی پول خرجی بل کردی افتاده زندون. هر جه رفتم با این بچه کار بهم ندادن، رام ندادن. تو آقا عبدالله مگه نگفتی تو با این بچه به کار که نمیرسی هیچی دست و بالتم میبنده؟ تو حسن آقا مگه اون شب بارونی نگفتی بچه تو ببر پرورشگاه بذار و بعدش خودت بیا کار کن؟ آقا حاتی مگه تو نبودی که وقتی من کار خواستم از من توقع نامشروع داشتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ ناچار شدم مثل سایه علی آقا رو تعقیب کنم تا وقتی که دم سقا خونه داشت دعا میکرد. بچه رو سر راهش گذاشتم و این بدنامی و رسوایی رو براش به بار آوردم. رو چیاشو خجالت بکش. خدایا شکر به درگاهت که حق و باطل نکردی پروردگارا. نگاه کنه بچه ها بستن که علی آقا میخواد این محل بره. خب برا کجا علی آقا؟ این خواهم برم تو ده زندگی کنم. قاطی داتی ها اونایی که قلب و زبونشون با هم یکیه، اونایی که یه آن با آدم تعظیم نمی کنن و یه آن جلو پاش توف کنن، اونایی که تو خونه های گلی زندگی میکنن اما حجرهای دلشون پاک و طلاییه. حالا دیگه بریم بریم یک کلاغ چه کلاغاتون رو جای دیگه بکنی. بریم پکانتون برو مرش کریم نوکرت هم تو یکی ور اونایی بدایی جا. خب بیا داشم تو هم دست زن و بچه تو بگیر و برو زندگی کن. اگر هم کار خواستی فردا برو کارخونه فریدون بهت کار میده. آره جون خدا حوضت بده علی آقا تا عمر دارم نوکرت هم بریم زایر کرد. خدا حق نگه داره تو. دست خدا به همراهتون. خب ای بابا کجایی؟ یه ساته دارم دنبال میگردم. غیبت حضوری داره کجا بودی آخه؟ چطور مگه؟ ای بابا مشنم زو حاضر شده پولو بده. پولو؟ آره دیگه رفته تلقینات محلی رو ترتیبات جاتو شده ده حاضر شده پول نقدم فل مجالس بده. از چی تحقیق کردن؟ ده از علی آقا. علی آقا بهش گفته حساب داشت جبار با قلبش سوا کرد، یعنی هرچی تو قلبش شیله پیلت حسابش خورده شیشه نداره، یعنی درسته، یعنی خاک راسته و حل درسته. علی ها؟ انگه بسته بودی؟ نباید از اینجا بری. ما هممون شم ناز کردیم تو از این محل نری. اگه بخوای از این محل بری باید از رو جنازه من رد شی. علی تو خیلی مردی، خیلی
تو حیفی که از این محل بری. چرا سقا خونه قسم بخور که میمونی. کرمت شکر. چرا انقدر سوت و کوره؟ آم چی؟ باش بی وقتت به هم بسر میره برکن آم چی شده؟ من که بسر همه یه کار درست شده معلوم شده بچه بله کیه؟ من که بسر شد بله بله من خود جلیلش با برم سر هم داره دست دختری فریاد میکشد. فردین چهره درخشان سینمای فارسی با مهارت خارق‌العاده‌ای در این فیلم شخصیت جدیدی عرضه میکند و نارملا چهره تازه‌ای که نقش مقابل فردین را بر عهده دارد. نخستین بار محمد فردین قهرمان سابق کشتی جهان در نقش واقعی خود ظاهر می شود. او قهرمانی است نیرومند که به خاطر هدفی مقدس مبارزه می کند. دختری فریاد می کشد ملودرامی است پرهیجان از زندگی انسانهایی که به خاطر بهتر زیستن در تلاش و کوششند. شریف ناراحت نباش مادر، من رفتم. خداحافظ. خدا به همراهت پسرم. آقا اینا همون جیگولای اون روزی هستن. مانه. اومدن دو مرتبه تیغ بزنن. مانه. در زم داشتن ناخونک هم میزدن. مانه. دروغ میگه قربان، ما تمام کارا رو درست کردیم. الان حسابتون میرسم. درستتون میکنم. برو بالا. مصدق، سپهرنیا و همایون بر لطف و شیرینی این فیلم میافزایند. دختری فریاد میکشد یک درام پرماجرا و مهیج. تو این کافه سر خیابون با هم یه قهوه بخوریم. با یه دختر هرزه رو برو نیستی. اشتباه میکنیم، کسی نمیخواد شما رو گول بزنه. دختری فریاد میکشد با شرکت فردین، نارملا، مصدق، فرخیده، تروس و بالاخره سپهرنیا و همایون. دختری فریاد میکشد یک فیلم نو همراه با داستانی شیرین، سرگذشت جوانی که به خاطر عشق میجنگد و نیروی عشق او را به اوج افتخار میکشد. زندگی دختری است که به سوی جهان دلخواه خود هراسان به پیش میرود. دختری فریاد میکشد به کارگردانی خسرو پرویزی، محصول نیکا فیلم. بخشت زده و ملتهب از جهانی غرقه در ننگ فرار می کند تا از زنجیر اضطراب و تشویش و دلهره هایی که هر دم روح خسته اش را می پرسود رهایی یابد.
از میان آتش های کینه گذشت و در دنیایی که دور از تباهی ها بود راه نیافت. در گردآوری پول کوشید ولی قلب ها خریدنی نبود. نه قلب دوستش، نه معشوقش، نه مادرش. نمیخوام. اما هف که به مادرم دروغ میگی. دیگه ارزشو نداری، یعنی دلشو نداری. ترسوی بزدل. قول دادن به مادرت هم بهانه. بهانه؟ هنوزم دلشو دارم. نه نداری. گفتم دارم. و برای اثبات این ادعا خیشتن را به گردابی وحشتناک افکند. گردابی که او را میبلعید و از فساد و تباهی پر میکرد. لبریز از وسوسه های آن زن به سوی فجیع‌ترین جنایات کشنده شد. اما اینو ندیده بودم. ببینید روزنامه هشتمو چاپ کردن. این صحنه ایست آلوده در وحشت از فیلم فرار، یک اثر مهیج سینمای فارسی و با شرکت شهرزاد. سهیلا، دیهیم، پرخیده، خاجوی، شفیع، انوش خاجوی و معرفی عباس مغفوریان، هنرمند بزرگ تئاتر و چهره جدید و پر احساس سینما، در نقش جوانی که کمبود محبت داشت، در پی آغوش پرمهر یک زن بود ولی عدم محبت روح حساسش را سرسخت کرد و خشن و زندگی آرامش را به ورطه ماجرا افکند و هیجان. خونه هاشون را بیرون منتظر منن. آهای من اینجام. باشی من اینجام. بیا جانا دستگیرم کنی. بیا اونجا کسی نیست. مطمئنی که کسی نیست. نه دروغ نمیگم، من این کارو نکردم، من پلیس رو خبر نکردم. بیا تو. فرار به کارگردانی عباس شبابیز. فیلمی مهیج، داستانی الف و اثری فوق انتظار. فرار محصول استودیو میزاقیه. من رفتن نیم، من تازه آمده ایم. رفتن نیم، برای میگم با اصلا اینجا برای این دست کسیف تو بکش جنگلی. با من شوخی نکردم گرد. این نام بر روی هر فیلم فارسی ضامن موفقیت و فروشان است. سیامک یاسمی پس از قهرمان قهرمانان یکی دیگر از ارزنده ترین شاهکارهای سینمای خود را به شما تقدیم میکند. گنج قارون. از وقتی تو رو پیدا کردم زندگی برای من خیلی قشنگ شده. فکرشو کم کن میگذره با مردمون. گنج قارون. به من چه آقا؟ من پسر قارون از کجا پیدا کنم؟ پسر قارون؟ پسر قارون؟ پسر قارون؟ راستی این پسر قارون کیه؟ آیا همین مرد جوونیه که میگن از هند اومده؟ اومدم از هند اومدم به بیغم هند اومدم اومدم و باز اومدم بیدی سرم باز اومدم. مهم نیست، بذارین با این ازدواج دو نفر خوشبخت بشن. من غمم در آتشم، من که نوزت میکشم. چیه؟ چه تو بزو گور بگر چیه کلتا تا خون میدی؟ میدم تو سر دا. احمقا یه بیارسه. شما هم اصلا یه جرس خوبی. گنج قارون، مردی با ثروتی افسانه‌ای آنچنان از رنج تنهایی به سطوح آمده است که حتی گنجینه های بزرگ او درمان دردهای او را نمی کند. و این است گنج قارون. گنج قارون نمی خواد و این فریاد مردی است که سعادت و نیکبختی را در لقمه نان و گلیم پاره می داند و همه او را به نام علی بیغم می شناسند. همه به من علی بیغم می گن اما خبرم اون تایی دلم ندارن که یه دنیا غم توشه. گنج قارون، فیلمی باشکوه با هنرمندی هنرمندان بزرگ سینمای ایران. فردین، فروزان، ظهوری، شباویز و آرمان در نقش قارون ثروتمند مشهور. ثروت، خوشبختی، نهی نهی؟ بله. اگر که رنجم بدهید به دوش من سر ننهید، دل به کسی اگر دهید به دوریت گریه کنم نهی نهی. سلام جناب آقای قارون. قارون مرد. و این اثر جاودانی است از صنعت سینمای ایران. گنج قارون. تهیه کننده و کارگردان سیامک یاسمی. محصول پوریا فیلم.
یک فیلم از سینما ایران، روان دفتر بازیهای سرنوشت، خشم و خشونت آدمیان، محبت ها و دوستی ها و نیرنگ ها و دسیسه ها. فیلمی با عنوان شرور. نظرت راجب سیکس چیه؟ بله فیروز، مرد پولادین سینمای ایران، با بی‌اعتنایی به خطرات شکوه قهرمانی حماسه‌مار یک مرد را مجسم می‌سازد در فیلم شرور. یعنی شما میگید گاوه رو کشت؟ بله، مگه خودتون ندیدیم کشت؟ البته گمان کنم اول به بنده پیشنهاد کشتن گاو شد، منتها بنده ملاحظه کردم و گفتم که ممکنه شوخش بشکنم. چیش بشکنم؟ شوخش بشکنم. شرور، آمیخته ای از یک داستان گیرا و گرم، هیجان، رقص و موسیقی و مادرا. بس من تازگی ها میکشین تا نشون میکنی سرزنشم میزنی زخم زبون دیگر دست تو من به لبم رسید. همچون عقاب به آسمان پر میکشند تا پنجه در پنجه شیطان صفت هم اندازند و دستی را که برای ویرانگری از آسین به در آمده است کوتاه سازند. در این جدال بیرحمانه و بیامان مردان سرگرم جدالند، از زنان نیز در پیکار سهمی دارند. اما کسی که بیشتر از همه فعالیت میکنه و بیشتر از همه صدمه میزنه و کمتر صدمه میخوره کسی نیست جز جناب شمس‌الدین. نوکرتم ای والا. تمامی ماجرا از آنجا آغاز شد که یک مرد با تمام پیوندهایی که به خانواده‌اش داشت ناگزیر بود ترک زن و فرزند گویم و راه سرنوشت خویش را از سرنوشت فرزندانی که به وجود آورده بود جلو سازد. من که تا حالا صد دفعه بهت گفتم حاضرم، حاضرم تو یه زن دیگه بگیری تا من کلفتیشو بکنم. تو دیگه بابای ما نیستی. و انوار سعادت هنگامی در این خانه خاموش شد که یک مرد و یک زن طمع در ثروت دختری جوان دوختند. دختری بیخیال و معصوم، ندانسته قربانی حرص و آز گروهی بدطینت و بی ایمان می شد. آنان خوشبختی خیالی خود را در نابود ساختن خوشبختی دیگران می دیدند. لیکن مردی یافت شد تا یک تنه به جنال هزاران سوده یاران رود و از دام ها و حیله هایشان نهرازد. شرور، شرور نامی که بناهر بر مردی نهاده شده، زیرا تمام مبارزات، تمام کوشش ها و جدال ها و تمام پای مردی هایش به خاطر دفاع از حق بود و به خاطر پشتیبانی از دختری معصوم و پیر مردی ناتوان. شرور، شرور نامی که بناهر بر مردی نهاده شده بود. شرور، فیلمی با هنرمایی فیروز، پیمان، ارغوان، علی آزاد، شهناز، شیده، ساغر، شهرآشوب، با هنرمندی حسن رضیانی و احمد معینی. شرور، نمایش جنبش و تحرکی بی نظیر، نمایش پرواز جنگاوران، نمایش جدالی اعجاب‌آور، مبارزه خشن، داستانی از مبارزه نیکی علیه پلیدی. فیلمی به کارگردانی ناصر محمدی، فیلمبردار علی صادقی، تهیه کننده کاظمیان. شرور، فیلمی برای تمام خانواده ها. شرور، محصول سازمان نگاه. شگفت‌انگیزترین و ماجراترین اثر جنایی بر پرده سینما می آید. ده سایه خطرناک. داستان دختری جوان که سرنوشت او را گرفتار مخوفترین بازی های خیش ساخت و او را در ورطه افکند که عشق و توطئه و خیانت از یکدیگر شناخته نمی شد. ماجرای مرموز بود که رازهای شگفت‌آورش چون پتکی بر پیکر او فرود می آمد و او را به مرگ و جنون نزدیک می ساخت. این دختر گرفتار توطئه سایه‌های خطرناک بود.
ده سایه خطرناک، چه در شب و چه در روز، این ده سایه خطرناک او را لحظه ای آرام نمی گذاشتند. جا که آرامش در میان خودشان نیز برقرار نبود، ماجرا لحظه به لحظه به اوج هیجان نزدیک میشد. این یک اثر اعجاب آور و تحسین انگیز از سینمای ایران است. ده سایه خطرناک، یک فیلم با لحظاتی مملو از دلهره و هیجان آنچنان که شما را غرق التهاب سازد. ده سایه خطرناک، یک فیلم با ماجراهای تکان دهنده آنچنان که شما را به هراس و وحشت کشد. با هنرمندی فروزان، ستاره پیروز و موفق سینما، امین امینی، چهره هنرمند و پرارزش، همراه با جرشا روفی در یک نقش جنایی استثنایی، آیان، نادره، آراسته، دلیله، علی عباسی، پرویز فنیزاده، نوری کسرایی، بهروز بهنژاد و ایرن، اولین ساخته دگرگونه شهریار قنبری. فیلمبردار جمشید الوندی، محصول سازمان سینمایی پیام. شیرین و جذاب تو زندگیتون خیلی شنیدین، ولی مطمئنم که دیگه اینجوری شد تا به حال نشد. قصه ای از زندگی امروزی برای آدمای امروزی. عجب سنگین بود، دستم افتاد به جونشون. اصلا پدر سوخته چرا کرسی رو هوا کرد؟ خواب دیدم دارم هالتر میزنم، داشتم بلندش میکردم که یهو ایش بلند شد. مرد شقی، زن فرنگی. مرد شرقی یعنی مرتضی خان عقیلی که بهش میگن علی فوتوزیل، و زن فرنگی این خانم خوشگل است که یه همچین جنجالی به پا کرده و مرد شرقی رو پاک از راه به در برده. یعن فقط نید فرنگ به پدر سوخته. وقتی پدرت میگه در رو با کن، با این مرد شرقی که فطرتاً دل خوشی از موازین اخلاقی و فرهنگی نداره، و این زن فرهنگی که برای مرد شرقی ما به جز درد سر چیز دیگه ای برمقان نمیاره، چه باید کرد؟ مرد شرقی، زن فرهنگی. علی، میخوامت، دست خودم که نیست. مگه ندیدی که من زن گرفتم ها؟ مرد شرقی، زن فرهنگی. بله همین، خودمو میکشم. او بکش دوباره منی عاشق بچم، خودشو کش، دخترم خودشو کش. ایما بخی خیلی بد، همه ناراحت هست که تو زن من هست. پدر
سر سوخت سلیقه‌شم به باباشم. اگه عرضه باباشم داشت خوب میشد. مرد شرقی، زن فرنگی، فیلم به کارگردانی شاپور غریب با برداشت نو از تمام معیارها و خصوصیات یک خانواده اصیل شرقی. افکه ایرانی نبود و لزورم رشته خوشایی بود. خارجی خارجی فرنگی. مرد شرقی، زن فرنگی با شرکت مرتضی عقیلی، بازیگری توانا، وجودش مؤثر در بهتر شدن حرفی. شهناز تهرانی با تمام خصوصیات یک زن شرقی. پروین سلیمانی، یانا، قدکیان، ناظری، کهنمویی، گرجی، گیتی فروها با معرفی چهره جدید پژوهان و زن فرنگی، اونم چه زنی، زنی به نام جوسین. زمانی که تمام خانواده دست رو دست بذارن، این مرد میفهمه برای رسیدن به وصالش راهی به جز با قلتشن بازی و گردن کلوفتی، اونم با مشت و لگن که داود از مهران که در بستارد نیست. اینجا رو بهش میگن ایرون، جووناش هم رو کم میکنن. مرد شرقی، زن فرنگی، کارگردان شاپور غریب، پخش از پانوراما. من میگم اگه از چشم افتادم بهم بگو. اگه بگم افتادی چی کار میکنی؟ به نظر شما تعجبی نداره که این آقازاده به جای جنس ایرانی جنس فرنگی انتخاب کنه؟ بابا خارجی نخواستن کنفتش کنه. مرد شرقی، زن فرنگی. آقای به دست آوردنش از کف میرود و زندگی ها تباه میشود. طلای سفید بلای خانمان سوزی است که سوداگرانش جز پول و خون چیزی نمی‌شناسند و این خواننده زیبای شهر ما متهم است. خانم فریبا، هر حرفی به عنوان آخرین دفاع داری بیان کنید. کوچه به کوچه در به در میگیرم از یارم خبر، هر روز شب به جستجو خانه به خانه کوفه. تو که هنوز اینجایی، معطل چی هستی؟ اکرم ولش کن. حرفای ما رو خوب شنیدین؟ خیلی‌ها برای دیدن من به کافه میان. شما میدونید من یک آرتیست کاباره هستم. آرتیست کاباره وظیفه داره با همه گرم بگیره. صحیح، ولی نه اونطور که شما با آقای اکرم گرم میگرفتید. آقای رئیس اینطور با من صحبت نکنید. نمیتونم این حرفا رو بشنوم. خواهش میکنم اجازه بدید مرخص بشم. در این سفر بی بازگشت تبهکاران را جز مرگ حاصلی نیست و تلاش آنان برای فرار از قانون بیهوده است. سلام قربان. سلام. ابیل کجاست؟ هنوز به میدان تیاره نیامده قربان. اوه، به نظرم اومد. برم تقریبش کنیم. زود باشید. اما نه، آدم پر جرأتی هستی. خسرو من تو رو میپرستم، هر کجا بخوای میبرمت. نمیتونم طاقت بیارم مرد دیگه به تو نگاه کنه. فریبا بیا بریم از اینجا. هر چی به شما گفتم حقیقت داری. برو گم شو. تمام این حوادث فقط در راه طلای سفید است و طلای سفید داستان عشقی شورانگیز که نهال پاکان از میان پلیدی ها رسته است. اصلا با آدم بی ادب باید با بی ادبی حرف زد. به خدا قسم اگر تو تمام این شهر بگردی یه همچین زن بی حیایی. احمق بیشور. جوانی جسور و پرقدرت، جاسوسه زیبا، مردی خونخوار، ابلهی ترسو، زنی روان، افسری فداکار، جانی بلفطره، مجری قانون و خوانندهی پر احساس. گرمی باشد این بانگ مرموز که فروزد آتشها در قلب خاموشم.
بله، همون مبلغی که گفته بودی بهشون دادم. آیا به اونا گفتی که تو یه زن نجیب و باوفایی هستی که تمام آرزوت اینه که با شوهر مریض تا آخر عمر زندگی کنی؟ بله، این همین حرفا رو بهشون زدم. اونا هم حرفای تو رو باور کردن؟ البته که باور کردن. میگی نه؟ از دکتر بپرس. ولی یه زن نجیب و بیپول پا نمیشه با یه گردنبند 5000 تومانی را بیفت. یک داستان گرم و پرشور با حوادثی شگفت‌آور و پدیده تازه‌ای که پیروزی جدیدی است در سینمای فارسی. طلای سفید، یک داستان شورانگیز از مردانی که برای سود بیشتر حتی دوستان خود را به قتل می‌رسانند. طلای سفید داستانی است از خشونت و وحشت و عشق و جنایت در یک خانه مرموز. استودیو تخت جمشید پس از ماه‌ها صرف وقت افتخار می‌کند که برجسته‌ترین فیلم فارسی را تقدیم نماید. طلای سفید به کارگردانی جمشید